همه عزیزای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر سالتون بهتر از امسال. سلام به همه پارسی زبانای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل خودتون خوش اومدید. آقا امروز اومدیم با مقایسه پول افغانستان، ایران و تاجیکستان که خیلی بچه‌ها اصلا میگم هم خودم دوست دارم هم خیلی دوستام تفاوت‌ها و قیمت‌ها و فرق‌هاشو می‌خوام بدونن تو چیه دوست. چقدر فرقه تو این داخل این پولا. خیلی هم عالی. آره واقعا. بچه‌ها حرف زیادی نمی‌زنم، اگه اولین بار وارد چنل میشید حتما دکمه سابسکرایب بزنید. بچه‌هایی هم که از کانال قبلی هستید دمتون گرم، لایک ویدیو یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. همگی ما میدانیم که پول هویت یک ملت است و نشان دهنده تاریخ و تمدن. آره اصلا ماره چیزاشون عکساشون همون جوریه. بعد دلار این اونای دیگه نمیدونم چی، یورو افغان، دلار و یورو باشه فقط. نمیدونم. نه این دلار و یورو ما کشور. آیا گاهی فکر کرده اید که پول ما چقدر هویتمان را بازگو میکند؟ آیا گاهی افغانی را با سامانی تاجیکستان و ریال یا تومان ایران مقایسه کرده اید؟ پس بیایید همین کار را امروز با هم انجام دهیم. ابتدا شروع میکنیم با واحد پول تاجیکستان. واحد پول تاجیکستان سامانی است که در سال 2000 میلادی این واحد پولی جایگزین روبل تاجیکستان گردید. یک دلار برابر است با 8.8 سامانی. باید یه دلار برابر با 8 سامانی گفت؟ یه دلار تازه در حساب کن، ارزشش یه مقدار کمتره. یک دلار برابر است با 8.8 سامانی. باید یادآور شد که بعد از فروپاشی شوروی این کشور در سال 1991 مستقل شد و از آن زمان به نام جمهوری تاجیکستان نامیده می شود. تاجیکستانی ها نام واحد پولیشان را سامانی انتخاب کردند، چون فکر می کنند که سامانی بازگو کننده شهر دوشنبه است. میدون وسط شهر دوشنبه است که شاعر و اینا هم حتی داخلش گذاشتن. آره با سامانی انتخاب کردند، چون فکر می کنند که سامانی بازگو کننده سربلندی و افتخار تاجیک هاست. هرچند که سامانی ها از بلخ افغانستان بودند و پایتختشان هم همین شهر بلخ و بخارا بود، ولی چون قلمرو این امپراتوری تاجیکستان کنونی را نیز در تاجیکستان بلخ بوده؟ قدیما از بلخ و... یعنی جزء افغانستان دیگه به حساب میاد، یعنی جزء افغانستان بوده بعد جدا شده. میگم همه این سه تا کشور فارسی زبان قبلا یکی بودن. جالبه، من نمیدونستم، این اولین بارم میدارم میشنوم واره چیزه. از بلخ افغانستان بودن و پایتختشان هم همین شهر بلخ و بخارا بود، ولی چون قلمرو این امپراتوری تاجیکستان کنونی را نیز در بر می گرفت، پس تاجیک ها به اجداد سامانیشان افتخار می کنند. در بانکنوت ها یا اسکناس های 100 سامانی عکس شاه اسماعیل سامانی را چاپ نمودند و علاوه بر آن در دیگر بانکنوت ها عکس ابو علی سینا، رودکی و دیگر شاعران ملی و سیاسی تاجیک را نیز گنجانیدند. واقعا از این حرکتشون خیلی خوشم میاد انصافا. از شاعر و اینا اصلا مثلا هنوز که هنوزه میذارن. جالبیش همینه، این دوتا کشور واقعا خیلی قشنگ. آره برعکسن عکسای روی پولاشون. آخه خب... کشورهای دیگه هم همینجورن، از مثلا رئیس جمهورهای قبلیشون میذارن، از چیزای قدیمیشون میذارن. ولی ایران دیگه واقعا ایران یکی کرد. آره ایران یه دونه و دیگر شاعران ملی و سیاسی تاجیک را نیز گنجانیدن. خلاصه هم نام این پول و هم شکل ظاهریش برازنده ملت بزرگ تاجیک است. پس به برادران تاجیک خود تبریک میگوییم. حال میپردازیم به تشریح پول خودمان یعنی افغانی. یک دلار امریکا برابر است با 68 افغانی. این واحد پولی برای اولین بار دلار 68 افغانی. آره ولی الان فکر کنم تغییر کرده، خیلی کم. خب مطمئنا تغییر کرده، بالا پایین میره. نه ارزش پول افغانی خیلی بیشتر شده به نظر من. یک دلار امریکا برابر است با 68 افغانی. این واحد پولی برای اولین بار در زمان شاه امان الله در سال 1925 ارائه گردید و رسما وارد بازار شد. نام افغانی نیز یادآور دوره باشکوه هوتکیان است که یک زمانی قسمت‌هایی از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، قسمتی از هند یا پاکستان امروزی و افغانستان را در بر می‌گرفت. پس نام افغانی برای پول این کشور انتخاب بجا است و میشه بهش افتخار کرد. عکس‌هایی که در بانکنوت‌ها یا اسکناس‌های افغانی چاپ شده نیز تا حدودی بجا و درست می‌گرفت. هزار افغانی. مثلا مقبره سلطان محمود غزنوی است که باز هم شکوه و عظمت این سرزمین. ببینی هم یه فکر کنم یه تیکه از شعر باشه. چیه این نوشتن؟ به زبان چیز نوشتن.
پشتو فکر کنم نوشته باشم، ولی پشت پولاشون ولی آثار مثلا اون جای تاریخی رو میذارن هنوز. اینش واسم خیلی جالبه. یه سلطان محمود غزنوی است که باز هم شکوه و عظمت این سرزمین را نشان میدهد. مقبره احمد شاه دورانی است که باز هم زندگی دوباره این مردم را بعد از مرگ نادرشاه افشار نشان میدهد. قلعه تاریخی بست در هلمند نیز نشان میدهد که این کشور حتی قبل از اسلام وجود داشته و دارای تمدنی بوده است. بله اینم. دروازه پغمان و باغ پغمان که باز هم بازگو کننده دوران درخشان و طلایی افغانستان در زمان حکومت شاه امان الله می باشد. چند مکان مذهبی از جمله مزار شریف نیز نشان میدهد که ما مسلمانیم. خیلی جالبه. پشت هر پولشون یه دونه مقبره رو گذاشتن. یه جایی رو گذاشتن. خیلی جالب. یه افغانی مزار شریف، اون سه افغانی مثلا یه شکل دیگه. مکان مذهبی از جمله مزار شریف نیز نشان میدهد که ما مسلمانیم و همین کافی است. پس پول ما تا حدودی هویتمان را به درستی بازگو میکنه. هرچند که از شاعران و بزرگان ما چون مولانای بلخ، ناصر خسرو بلخی، ابو علی سینای بلخی و سید جمال الدین افغان خبری نیست، ولی روی هم رفتن میشه گفت خوب طراحی شدند. و اما پول جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری نکرده، فقط عکس امام خمینی و داخلش دیگه هیچی به هیچی دیگه. خوب طراحی شدند. و اما پول جمهوری اسلامی ایران، تا همین یک ماه پیش واحد رسمی پول ایران ریال بود که بعد از تصویب هیئت وزیران رسما 1-0 کم گردید و به تومان تبدیل شد. یک دلار برابر است با 32,000 ریال. ریال از واژه اسپانیایی و پرتغالی وارد فارسی شده و در زمان رضا شاه پهلوی، یعنی در زمان قدیم رضا شاه عکس خودش بوده که درست. زمان پهلوی بوده، ولی بازم مال چیزای باستانی رو میذاشته. آره حتما من نمیذاشته. به عنوان واحد رسمی پول ایران معرفی گردید. قبل از آن یعنی در زمان قاجار واحد رسمی پول ایران تومان بود. اخیراً بر اساس لایحه اصلاح پولی و بانکی ایران واحد پول این کشور تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد. پس یک دلار می شود 3200 تومان. تومان یک واژه مغولی است و به معنی 10,000 می باشد. مغولی ها بلشکر 10,000 یه تومان یه واژه مغولی به حساب میاد. دیگه بعد مسئولین کشور ما باید تشخیص بدن که دران چه کار میکنن واقعا. مثلا تومان و به فرمانده آنها امیر تومان میگفتند. عکس هایی که در بانکنوت ها یا اسکناس های ایران چاپ شده بیشتر مکان های دینی و مذهبی اند تا ملی و تاریخی. مثلا عکس مسجد الاقصا در اسرائیل، عکس مکه در عربستان و یا هم دیگه فکر نکنم 200 تومن اینا باشه. هست یه سری خیلی کم شده، ولی منظور حرف اینجاست که ببین ما به گفته خودمون ایرانی هستیم. عکس مکه و مال سوریه و اینا تو پول ما چه معنی؟ حالا میگم اوکی مسلمانی اوکی ردیف، ولی خب مثلا باز اون آثار تاریخی خودمون آره. برای امام رضا در مشهد، در مثلا مقبره امام رضا، کشور همزبان یعنی افغانستان و تاجیکستان، پول ایران متاسفانه نمیتواند نشان دهنده یک ملت با عظمت و متمدن باشد. آبه اینجا باز خودشون هم حتی داره تو ویدیو میگه. نمیتواند نشان دهنده یک ملت با عظمت و متمدن باشد. نام واحد پولیشان مغولی است و عکس هایی که در اسکناس ها به کار رفتند نیز به خارج از ایران ارتباط دارند. از عظمت رستم و کوروش و رازی و حافظ و یعقوب لیث و دیگر فرزندان با افتخار این سرزمین اصلا خبری نیست. پس پول تاجیکستان یعنی سامانی چی از نگاه ارزش و چی از لحاظ انتخاب نام و شکل ظاهری در درجه اول قرار میگیرد. پول افغانستان یعنی افغانی هم از نگاه ارزش و شکل ظاهری تا حدودی توانسته بازگو کننده قدامت این کشور باشد، پس در درجه دوم قرار میگیرد. اما چون گزینه دیگری نیست، پس ناگزیر تومان را در درجه سوم قرار میده. دقیقا نمیشه هر سری مثلا ما با این همه دولت و نمیدونم این همه سیستماتیک و نمیدونم هر چیزی که فکرشو بکنی داریم دارست. ولی با سر چیزای کوچیک اصلا بیخیال شده. یه چیزی چیزا... هم نیست که پولی که دست همه هستش میشه گفت تاریخچه ایرانو میتونه نشون بده. عکس از چیزای دیگه بذارن یا اصلا
هیچ چیزی تغییر نکنه، ولی واقعا جای تاسف داره. واقعا جای تاسف داره. باز دمتون گرم که بچه‌ها تا اینجا ویدیو همراه با بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه خیلی عشقید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، فعلا.